سرخط خبرها و مهمترین ها. گروه طالبان پخش برنامه های بی بی سی پشتوی بریتانیا را در افغانستان ممنوع کرد. کشته و زخمی شدن 7 جنگجوی طالبان از سوی چریکی های جبهه آزادی در بدخشان. و مکمل فاریاب به حالت نظامی درآمد. فرمانده های ازبک آماده جنگ با پشتون شد. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. همه برنامه های تلویزیونی شبکه بی بی سی پشتو از سوی گروه طالبان در افغانستان ممنوع شد. به گزارش اسپوتنیک، بی بی سی پشتو گزارش داده است که همه برنامه های تلویزیونی شبکه را که از سوی تلویزیون های محلی به نشر می رسید به علت وضع محدودیت ها از سوی گروه طالبان متوقف کرده است. این خبرگزاری نوشته است که برنامه‌ای که برای سالهای زیاد از شبکه تلویزیونی شمشاد در همه افغانستان پخش می شد در روز شام روز یکشنبه پخش نشد. این خبرگزاری افزوده است که همین طور برنامه تلویزیونی بی بی سی فارسی و ازبکی که از طریق شبکه های تلویزیونی آریانا و آرزو به نشر می رسید از چند روز به این طرف نشر نشده است. بر پایه این گزارش بی بی سی پشتو نوشته است که این فیصله از سوی بزرگان این گروه انجام شده است، اما تا هنوز درباره دلیل آن روشنی ننداختند. کشته و زخمی شدن 7 جنگجوی طالبان از سوی چریکی های جبهه آزادی در بدخشان. جبهه آزادی از کشتن 3 جنگجوی گروه طالبان در بدخشان از سوی چریکی های این جبهه خبر داد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج نیوز، جبهه آزادی افغانستان گفته است که شب گذشته در یک یورششان بر طالبان در شهرهای کشم فیض‌آباد ولایت بدخشان 3 جنگجوی طالب کشته و 4 تن آنان زخم برداشتند. با گفته جبهه آزادی افغانستان، این یورش نزدیکای ساعت 9:30 شب شنبه 6 حمل انجام شده. از گروه طالبان تا کنون در این باره دیدگاهشان را بیان نکردند. یادآوری میکنیم که چریکی های جبهه آزادی تا کنون چند یورش در چند ولایت افغانستان بر جنگجویان گروه طالبان انجام داده است. بازداشت فرماندهان ازبک تبار طالبان. فاریاب حالت نظامی به خود گرفته و مولوی عبدالقادر با افرادش در تخار آماده درگیری اند. در ادامه بازداشت های فرماندهان ازبک تبار در تخار، یک منبع با آماج میگویند که ملا فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع طالبان به خاطر بازداشت فرماندهان ازبک تبار به این ولایت سفر کرده است. این منبع می افزاید که تلاش ها برای بازداشت اسماعیل فاروقی ولسوال چاهاب و معویز مسئول بندر آیخانم ولسوالی دشت قلعه این ولایت نیز جریان دارد، اما اکنون یکی از نزدیکان مولوی عبدالقادر ولسوال طالبان برای ولسوالی دشت قلعه با آماج میگویند که خبر بازداشت او حقیقت ندارد و او با افراد مسلحش در دشت قلعه آماده دفاع و درگیری اند. این فرد نزدیک به ولسوال دشت قلعه می افزاید که در این اختلاف ها بحث داعش موجود نیست و موضوع اصلی این است که طالبان پشتون می خواهند در تخار تمام قدرت را از ازبک ها بگیرند. او همچنان اضافه می کند که اگر اختلاف ها به این گونه ادامه پیدا کند، احتمال پیوستن فرمانده عبدالقادر با هر گروه و طرف ممکن است. گزارش از خبرهای جهان. زلنسکی به تمامیت ارضی اوکراین اصرار کرد. در حالی که قرار است مذاکرات صلح میان مسکو و کیف در هفته جاری در ترکیه برگزار شود، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر تمامیت ارضی کشورش پافشاری کرده است. قبل بر این آقای زلنسکی گفته بود که برای پایان جنگ در کشور است آماده سازش از رئیس جمهور زلنسکی نا وقت یک شنبه شب 27 مارچ در یک سخنرانی ویدئویی خطاب به اوکراینی ها گفته است که مذاکراتی که قرار است با هیئت روسی در استانبول ترکیه صورت بگیرد تمامیت ارضی اوکراین در اولویت حکومتش قرار دارد. اما اظهارات آقای زلنسکی در اوایل روز یک شنبه لحن متفاوت داشت. رئیس جمهور زلنسکی صبح یک شنبه به ژورنالیستان روسی گفته بود که حکومتش مایل است تا در مورد بی‌طرفی اوکراین و وضعیت منطقه دونباس به عنوان بخش از یک توافق صلح با روسیه سازش کند. رئیس جمهور زلنسکی افزود هر توافق در مورد بی‌طرفی و وضعیت غیر هسته‌ای اوکراین باید توسط جنای سیومی تضمین و به همه‌پرسی شهروندان اوکراین گذاشته شود. با وجود مذاکرات پیشرو میان هیئت مسکو و کیف در استانبول ترکیه،
کابرلو بودانوف رئیس استخبارات نظامی اوکراین گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در صدر تصرف بخش شرقی اوکراین است. بودانوف گفته است که در واقع روسیه طرح کوریای شمالی و جنوبی را در اوکراین دارد، در حالی که مذاکرات هیئت‌های دو کشور قرار است در ترکیه صورت بگیرد. رئیس جمهور زلنسکی از کشورهای غربی خواسته است تا برای کشورش تانک، طیاره و میزایل فراهم کند تا بتواند حملات نیروهای روسی را دفع کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور پوتین توافق کرد تا کشورش میزبان گفتگو میان دو کشور در شهر استانبول آن کشور باشد. دفتر آقای اردوغان گفته است که رئیس جمهور ترکیه خواهان آتش‌بس و بهبود وضعیت بشری در اوکراین نیز شده است. هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین نیز تایید کردند که مذاکرات مستقیم میان آنها صورت خواهد گرفت. در این حال مقام‌های ارشد ایالات متحده روز یکشنبه تلاش کردند تا واضح سازند که آمریکا در صدر تغییر رژیم در روسیه نیست. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانی روز شنبه در پولند گفت که پوتین نمی‌تواند در قدرت باقی بماند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در جریان سفرش به بیت المقدس اسرائیل و خبرنگاران گفت که هدف آقای بایدن این بود که رئیس جمهور پوتین نمیتواند قدرت رو اندازی جنگ در اوکراین و یا جای دیگر را داشته باشد. برنامه جهانی غذا، مردم اوکراین با کمبود غذا مواجهند. برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده است که با آغاز جنگ روسیه در اوکراین یافتن غذا در آن کشور دشوارتر می شود و مردم ناچار می شوند تا به اقدامات شدید متوسل شوند. این اداره ملل متحد گفته است اوکراین که جمعیت آن به 44 میلیون نفر می رسد با کمبود مواد غذایی مواجه شده است. برنامه جهانی غذا تخمین می کند که 45% مردم آن کشور برای پیدا کردن غذای کافی نگرانی دارند. برنامه جهانی غذا گفته است که زنجیره تامین مواد خوراکی در این کشور در هم شکسته است. تامس فیری سخنگوی برنامه جهانی غذا گفته است سیستم فراهم آوری غذا برای 10 میلیون مردم که در داخل اوکراین گیر ماندن در حال فروپاشی است. آقای فیری گفته است که فروشگاه ها و گدام های مواد خوراکی خالی شدن و خانواده هایی که در مناطق جنگ زده گیر ماندن بیشتر با مشکل پیدا کردن مواد غذایی مواجه شدن، بخصوص در شهر بندری ماریوپل که در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. آقای فیری گفته است که برنامه جهانی غذا مواد خوراکی کافی را برای 3 میلیون نفر در مناطق مختلف اوکراین انتقال داده است که برای یک ماه مصرف آنها بسنده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.